روز چهارشنبه عده‌ای از ایرانیان با تجمع در میدان برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس اعلام کردند که در همراهی با خواسته های اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران، آنها نیز به این اعتصاب قضای نامحدود میپیوندند و تا رسیدن به خواسته های این زندانیان در کنار آنها خواهند ماند. گزارشی از این تجمع از محمد رضا شاهید. در پی اعلام و اجرای اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران، برخی از ایرانیان در پاریس با سلیقه‌های کاملا متفاوت سیاسی به میدان برابر ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران آمدند تا با اعتصاب قضای نامحدود خود با هموطنان دربندشان همراه باشند. محمد صادقی، عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت که به تازگی از ایران آمده، به ما میگوید چرا اینجا هستند و چه میخواهند. به دنبال اعتصاب قضای جمعی از دوستانمون در زندان اوین، در بند 240 زندان اوین، در اعتراض به آنچه که محدودیت‌های اعمال شده برای ایشان و خانواده‌هاشون در بند 350 زندان اوین بود، ما یعنی جمعی از دانشجویان و فعالین سیاسی مقیم اروپا همزمان در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، استرالیا و اتریش، سوئیس و مجارستان دست به تحصن و اعتصاب قضا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران زدیم. خواسته ما خب در ادامه خواسته دوستانمون در زندان هست، یعنی رسیدگی به مطالبات ایشان در خصوص رفع محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که برای اینها در نظر گرفتن. زندانیانی که همینک با وخامت جسمی و شرایط دشوار در بهداری زندان اوین هستند، 5 مطالبه مطرح کردند که ما نیز در حمایت از ایشان خواستار رسیدگی به مطالبات اینها و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ایشان هستیم. این درسته که بعداً اونها رو به زندان رجای شهر خواهند برد؟ متاسفانه به جای رسیدگی به مطالبات این زندانیان مظلوم که قریب به 1.5 سال هستش که در زندانهای جمهوری اسلامی قرار دارن، تهدید شدن که در صورت تداوم این امر و ادامه اعتراضات خودتون شما رو به زندان مخوف رجای شهر کرج منتقل میکنیم، زندانی که همینک تعدادی دیگر از این زندانیان چون آقای دکتر احمد زیدآبادی، آقای عیسی سرخیز، آقای باستانی، آقای حشمت تبرزدی و داوود سلیمانی همینک در زندان رجای شهر قرار دارن. در ساعتهایی که افکار و توقعات به بحث و نظر گذاشته شده، میدان در برابر سفارت در 14 ماه گذشته هر بار رنگ و صدایی داشته است. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.